سلام شما بیننده تحول از ملطیف محمود در تحول شب، عمدتا سوالات ما روی چگونگی مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان و صلح متمرکز خواهد بود چنانچه در جریان هستین، از چند دی بدین سو بحث صلح و جنگ بخصوص بحث صلح خیلی جدی شده است و خصوص اید بستر بود برای یک چراغ سبز بود برای مخالفین افغانستان مخالفین هم از این بستر استفاده خوب کردن دید و بازدید با خانواده های خود کردن و در واقع از کابل نیز دیدن کردن این چراغ سبز هم برای مردم افغانستان نوید بخش بود و هم به برای منطقه و جهان انتظار ما از مخالفین مسلح افغانستان این بود که بعد از دو, دو ساعت یا سه روز اید آتش بس را تمدید میکنه و روی فرایند صلح با ما وارد مذاکرات میشه اما متاسفانه بیمیلی مخالفین در این زمینه دیده میشه این مسئله را سازمان ملل متحد هم تاکید میکنه که مخالفین در امر صلح افغانستان بیمیل است اما اجماعی که در افغانستان شکل گرفته از های مختلف تلاش شان این است که ما به سال که یگانه آرزو و آرمان مردم افغانستان است به خصوص بعد از چل سال ما باید از هر شیوه به این آرمان دست پیدا بکنیم از طرف کشورهای ای نیست تلاش دارند ما از عربستان که با یکی از کشورهای تاثیرگذار روی جنگ و صلح افغانستان است حتی امام حرمین شرفین، شریفین بحث صلح افغانستان مطرح کرد و ترغیب کرد مخالفین افغانستان برای صلح شای عربستان کشورهای تاثیرگذار در افغانستان سازمان ملل اینا در واقع همه طرفهایی است که به نحو زیدخل از در صلح و صلح افغانستان همه تاکید کردند که صلح یگانه رای بنبست جنگ افغانستان است و طویل ترین جنگ ها در نهایت منتهی میشه به صلح سل و صلح در واقع برای تمام طرف ها یک امر نیکو خیر است از چند بدینسو حرکت که از المند هم آغاز شده نزدیک به یک, یک ماه شده از حرکت این حرکت هم به کابل رسید و حالا نزد بر رفتن به درب سازمان ملل متحد و برخی از سفارت های تحصیل گذار در قضای افغانستان و صدای صلح را بلند میکنند از طرف قرار از قرار گفته ها در ولایت افغانستان هم تلاش های جریان داره شورای صلح افغانستان هم پیوسته تلاش میکنه و حکومت افغانستان هم از تمام گزینه های تاثیرگذار بر صلح استفاده میکنند تا ما به این رویای بزرگ خود دست پیدا بکنیم قبل از اینکه بحث را با ما را نغاز بکنیم گزارش در این خصوص به توجه می رسد با آنکه برای پایان آتش بس یک جانبه حکومت با گروه طالبان روزهای اندکی باقی مانده است یک منبع معتبر در حکومت می گوید که شهرها و شهرها شامل این آتش بس نیست و نیروهای امنیتی برای انجام عملیات در این ساحات دست باز دارند. هرچند که وزارت داخله در این مورد جزئیات دهد اما بر پابند ماندن بر آتش بس یک جانبه حکومت با طالبان تاکید میورزد با تمام قوتش پابرجاست اما در پهلویش به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی وظیفه داده شده که در حالت احضارات باشند هرگاه طرف مقابل دست به تحرک میزنه بالای پوسته ها حمله میشه تا که با یک واکنش نیروهای امنیتی افغانستان مواجه میشه طالبان در جریان این آتش بس عملیاتشان بر ضد نیروهای امنیتی را در ده ولایت کشور شدت بخشیدن چنانچه روز گذشته چندین پاسگاه نیروهای امنیتی را در ولایت میدان وردک تصرف کردند اما این منبع حکومتی که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید طالبان مسلط در زابل پکتیکا و شمار دیگر از ولایت ها آماده شدند تا یک بار دیگر با حکومت آتش بس اعلام کنند در برابر همه فعالیت هایی که در شهرها انجام شد راضی هستیم که هیچ نوع برخورد در طول همی وقت آتش بس در داخل شهرها انجام نشد و واقعاً مردم از آتشبسی که دولت اعلان کردند راضی بودند با این همه طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند طرح ایجاد ساحه امن برای طالبان در کنار اعلام آتش بس موضوع تازه ای است که واکنش را به همراه شده است چنان که شماری عملی شدن طرح ایجاد بخش های امن برای طالبان را سرنخ تجزیه افغانستان می دانند. مهمانان تحول امشب دکتر فاطمه عزیز عضو عز مجلس نمایندگان لیلا جعفری عضو شورای صلح افغانستان و دکتر فیض جلال استاد دانشگاه بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه چون بحث صلح هست با شما آغاز می خانم جعفری نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان آتش بس افغانستان را تمدید میکنه و حکومت افغانستان بحث آتش بس را یک جانبه را بعد از ختم آتش بس مخالفین هم اعلام کرد که این مورد استقبال مردم افغانستان هم قرار گرفت اما مخالفین حاضر نیست که با حکومت افغانستان مذاکره بکنند در حالی که شرکای استراتژیک افغانستان تاکید داره که حکومت باید با مخالفین گفتگوی مستقیم را آغاز بکنه چرا مخالفین نمیخواه با حکومت افغانستان مذاکره بکنند سلام بر شما سلام بر بانی بزرگوار و سلام بر استاد گران قدر ممنون. و سلام دارم به تمامی بینندگانتان و مردم سلطوست افغانستان زمین بدون شک میخواهیم این را بگیم که نبود صلح دغدغه تمام ما هست هم شهروندان افغانستان و موافقین نظام فعلی افغانستان هم حتی ما میتونیم بگیم به خانواده های مخالفین نظام طالبانی که افغان هستند میخوایم بگیم که اونها این نبودن صلح دغدغه اونا هم هست اما وقت بحث پیشنمینه که شما صحبت کردین بحث جنگ و نبود صلح دقدقه حداقل چهل ساله افغانستان و هفته ساله پسین هست اما در نهایت در خود این تاریخ افغانستان بی‌نظیر هست که ما آتش بسی رو که از سوی حکومت افغانستان پیشنهاد شد و به طالبان و طالبان هم در نهایت سه روز عید سعید فیض را چراغ سبز نشان دادند بله. می رو بگم بدون شک حضور طالبان در افغانستان و حتی در منطقه بدون حمایت کشورهای همسایه و استقفارات منطقه که منافع اونها متضاد هست با منافع شرکای خارجی ما ایجاب میکنه که همچنان آتش جنگ فعلا شعلور باشه اما فراموش نکنیم که راه های بسیار خوبی برای گفتمان بله و صلح محیا شده خانم جعفری سال ما پاسخ کلی دریافت نکرد از 18 سال بعد این سو ما با ایجاد خطهای مذاکره کننده از شورای تح... از کمیسیون تحکیم عالی سال شروع تا شورای سال بله. تلاش میکنیم اما مخالفین که شورای صلح سال ها به رسمیت نمیشناسه یعنی شما را به رسمیت نمیشناسه حتی ما گفتگویی که با معتصم آقا جان یکی از رهبران پیشین طالبان داشتم کو در گفتگو گفت که گفت ما در گذشته هم طالب بودم و حالا هم هستم در آینده هم خواهیم بود مهم. او شورای صلح افغانستان به صراحت گفت که یک مجموعه از جواسیس گرده هم آمده و اصلا ما با اینا مذاکره نمیکنیم یعنی نگاه مخالفین دلی. نسبت به شورای صلح این گونه است پس با این نگاه ما چطور میتونیم با مخالفین مستقیم وارد گفتگو شویم بی میر فراموش نکنیم طالبانی که امروز هستن اینا از یک انسجامیت و یک دستگی کامل برخوردار نیستن بی میر بپذیریم اما حداقل میخواهیم بگم که شورای علی صلح همون شورای هست که صلح با حزب اسلامی افغانستان را رقم زد درست حداقل ما ای را در تجربه خود داریم و یک راهی را هموار کردیم اما از سوی دیگر می خواهیم این را بگیم که نتیجه این راه چی بوده نتیجه این راه بود که حداقل حزب اسلامی شما تعهد کردین حکومت و شورای بله. افغانستان تعهد کرد که بله. ما در میادین جنگ شاید فروکش جنگ ها خواهیم بود بله. اما ما شاید جنگ افروزی هستیم و تشدید بحران بل هستیم بله ما به حزب اسلامی خدمتتان عرض کردم حزب ام. اسلامی سومین گروه کلانی بود که بعد از طالبان و حقانی با نظام افغانستان می جنگید ام. شما حساب کنید اگر هر یک نفر از مخالفین نظام تفنگ خود را بر زمین بگذاره و به پروسه صلح ببنده به این کلان دستاورد است چطور میشه مخالفین را متقاعد ساخت درست بله. چطور میشه شورای صلح افغانستان به عنوان بله. نهاد بله. که در حوزه صلح زی سلح. بله. چطور میشه ما این نهاد را با مخالف مخالفین افغانستان اعتبار بتیم اعتبار امی هست که دی روزها واقعا اینمی زنی وجود داره که تا اعتماد را برای طالبان یعنی همان داریم, داریم. داریم به خاطر که در روز تاکنون... دوم داریم باز هم در حال زنی زدی هستیم که اعتمادها پررنگتر پر رنگ تر شد و روز دومه ایده سعید بود شورای عالی سول کنفرانس خبری که با حضور رئیس شورای عالی سول آقای خلیلی برگزار کردن همی بود که تبادله نظر و گفتمان با رهبران طالبان در حد کنفرانس ویدئویی در حال اینا چانه زنی ها هستن ارتباط دارن و همینطور صداهایی که میشنویم و منتظر ازی هستیم که انشالله باشیم که خبرهای خوشایندی را بشنویم ممنون خانم عزیز شما که عضو مجلس هستین و از نصف از پیکر جامعه نمایندگی میکنین چقدر خوشبین هستین به بحث صلح با مخالفین افغانستان و این مذاکرات با چی پیش ها و با چی میکانیزم های باید پیش برن بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام ادب خدمت شما میمنان عزیز و تمام بیننده های محترم تلویزیون شما خب ما میفهمیم که صلح یک یگانه آرزوی مردم افغانستان است صلح خواست مردم افغانستان است و صلح نیاز مبرم و اساسی مردم افغانستان است چون مردم دیگر واقعا از جنگ و ستم آمده و خواسته شده و, و متاسفانه جنگ آنقدر وسط پیدا کرد که حتی در داخل خانه های خود مردم مسئول نیستند در داخل شهرها مردم مسئول نیستند یعنی در هیچ نقطه افغانستان شهروندان افغانستان از جنگ مسئول نیستند و متاسفانه این جنگ هم یک جنگ تحمیلی است جنگی است که از بیرون سازماندهی شده به طرف افغانستان آمده ما و شما شاهد آتش بس سی روزه که بودیم شما باور کنین وقت شما میدیدین که هم افسرا و جوانای عزیز ما که در صفوف پلیس و اردو هستند و هم از طرف مخالفین مسلح وقت در روزهای هید با هم دید و بازدید کردن یعنی اشک از چشم هر دو طرف می آمد این به این است که او طرف هم های افغانی که هستن خب اونا هم اولاد همی سرزمین هستن اونا هم از جنگ دیگه خسته شدن چطور میشه ما می فضا را برشان تعریف بکنیم و اعتماد را به وجود بریم تا بسترهای عملی هموار شود خانم عزیز خب ما فکر میکنم که بسترهای عملی وقت زمینه مساعد میشه وقت بسترهای عملی به اصطلاح گسترده میشه زمینه برای مذاکرات صلح و عمق قسم آتش بس روزه ای که در روزهای اید بود مساعد میشه وقتی که کشورهای بیرونی که مخالفین افغانستان را حمایت میکنن برشان اسلحه میتن اونا را شستشوی مغزی میکنن و افغانستان میفرستن اونا به اهداف خود برسن <applause> مثلا تا زمانی که او کشورها یا به اثر فشارهای وارده از طرف کشورهای بزرگ دیگه ای که مثلا اونا را حمایت میکنن سالانه پول میتن اونا فشار وارد نکنن و تا زمانی که اونا خودشان با کشورهای مثلا با حکومت افغانستان و دیگه کشورهایی که منطقه در قضایای افغانستان دخیل هستن به تفاهم مم. نرسن این زمینه مساعد نمیشه یعنی یک نقطه را ما میخواییم براتان بگم که مردم افغانستان از هر دو طرف از جنگ خسته است هر دو طرف به صلح نیاز داره هر دو طرف می‌خواد مصالحه و آتش بس شوه ولی یک نقطه که مانیش میشه کشورهایی که در عقب از اینو است و جنگ میخواین در افغانستان ادامه بتن و از موجودیت جنگ در افغانستان اونا سود میبرن ممنون آقای دکتر اینجا از صحبت های خانم عزیز چون استنباط میشه که عقیبه مالی عقیبه ایدولوژیک و عقیبه نظامی مخالفین مسلح افغانستان در کشورهای منطقه است و بدون تردید جغرافیای برام افغانستان در جنوب آسیا چنانچه که شما در این زمینه های هم دارین نه تنها که یک جغرافیه استراتژیک برای افغانستان است و آیز اهمیت بل برای کشورهای منطقه نیز آی اهمیت است و اینجا ما دچار ضعف اقتدار ملی هستیم کشورهای منطقه به نحوه تلاش میکنند تا نفوذ و منافع خود را از روی کردهای نرم افزاری و سخت افزاری داشته باشد پس ما چطور میتونیم در حقیقت وارد تعامل با کشورهای منطقه شویم تا ریشه هایی که بود مالی و ایدولوژی که مخالفین مسلح افغانستان تنویل میکنه تجهیز و تنویلش میکنه اون بسترها را بخشکیم و قط کنیم نام خدا سلام به جناب شما استاد محمود و تشکر. سلام بر دکتر عزیزه سیب وکیل پارلمان و سلام به خانم جعفری سیب شورای عالی سال. و سلام بر بینندگان تلویزیون آریانا ببینین در مورد از که در بیثباتی جنگ و بحران افغانستان قدرت های منطقوی و جهانی نقش دارن شک شبهه وجود نداره. با مجردی که امریکای ها میخواهند که جا مذاکره شروع شود فورا رفت آمد حیات های نظامی پاکستان با افغانستان و از افغانستان با پاکستان بسیار با جدیت شروع میشه با اجازه بتین شای عربستان سعودی سکوت خود میشکنه و در زمینه صلح گپ میزنه صلح افغانستان و امام و خطرناکتر از همه ای که ما تا هنوز فکر میکنم که امام حرمین شریفین با امریکا و با انگلیس و با ایسای پاکستان رابطه نداره او هم صدایش بالا میشه که اگر ما قدرت داشته باشم باعث یک مسلمان بگم دیگه پشت سری از این نماز نکنید ببینی کلی از این تارای است که به یک نقطه ارتباط داره اون نقطه کدام نقطه و سفرا حیات های نظامی پاکستان تلاش میکنن که به افغانستان بیاین این کلش و از همه بدتر و رنجاورتر خاموشی و سکوتی کسانی که خود نماینده این قوم و او قوم میگیرن و یک مدت بسیار طولانی امرای طالبان جنگ کردن اونا هم چپ میکنن به اساس هدایت سفارت ایالات متحده امریکا هم. پس ببینین که این بازی چقدر عمیق است چقدر گسترده است چقدر پیچا پیچ است پیچ بنان عوامل بیرونی از ایر ما قطعا نمیتونیم نادیده بگیریم هم. یک مسئله مسئله دومی است که دولت و شورای عالی سل باید شجاعت مدنی داشته باشند چگونه؟ به این معنا که سال با عذر نمیشه نتیجه هم نمیده حکومت افغانستان با تزارو متاسفانه بسیار با حالت رنگی پریده و با, با روشی که با, با با محبوبیت طالبا حتا افزود چرا چون این کرده حکومت؟ ببینین چرا ای تو نظر شما چیز با اونال گوستا به خاطر که این دولت یک دولت مستقل نیست پس مخالفی مستقل نیست بدون شک ببینین امی آمدن امی طالب ها به ولسواله ها به ولایات و حتی به کابل به چی شکل آمدن؟ آیا ای کدام قاعده قانون نظم وجود داشت؟ امی خودش نشان میده که در, در دولت وجود داره؟ پس اجازه و چطور باز اینا پس رفتن به سنگرا ای چی گپ بود؟ برای چی؟ برداشت شما چیست؟ چرا یک بار مخالفین ما در کابل با پرچم های خود یک آرایش نشان میتر برای برای حکومت افغانستان یا یک رژیم ایران بگونه در نقاط مختلف اگر به شکل رسمی نه به شکل سمبولیک با موترها با های خود در برخی از نقاط افغانستان با سلا امین آمدن چه پیام داشت آیا مستقلانه به شکل خود جوش آمدن یا نه اشارات بیرون مرزی کلش. یک چیز برتون میگم که در افغانستان هیچ چیز تصادفی نیست از کودیتای سور تا شش جدی از کودیتای هشت سور تا آمدن کودیتای بن و توتعی بن و تمام لوی جرگه های ساختگی و دروغ و فریب و نیرنگ تا همین روز همش توتیه است و در پشت توتیه ها عناصر مزدور وابسته به اسرائیل وابسته به انگلیس و امریکا قرار دارد در حرکت که در برابر معاشت م. و به دست یک مشت پول آماده هر نوع جنایت و رضالت و خیانت به مردم افغانستان است ببین پیش خارم یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ دولت آقای محمد اشرف غنی را آمدن حزب اسلامی گفت حزب اسلامی مدت ها پیش آمده بود هم. یادتان است که رئیس دفتر آقای حامد کرزی فاروق وردک بود او شخصیتی بسیار مهم است در حزب اسلامی آقای داوود بود بعد پسانی آقای داوزای وزیر داخله شد فاروق وردک وزیر معارف شد ارغندیوال وزیر اقتصاد شد یک شاخه دیگه از از سبا سبا شاخه نداره رئیس اسلامی کلش یک چیز است اما از اینا آمده بودن همینجا تنها آقای حکمتیار مون اگه یادتان باشه آقای حکمتیار هم کامت خودش تنها آمد ولی را دولت من حیث یک دستاورد هر روز بر روی ما میکشه خصوصا شورای عالی سال ما براتون یک گپ این دستاورد نیست این دستاوردی چی است پیش از پیش آمده بود م. پیش از پیش آمده بود این این بازی یک رهبرش خوش آمدیت. اجازه که خب دمو آقای حکمتی آمد پسان برای از خوش آمدید گفتن و خوب کردن که خوش آمدید گفتن و خاطر از اینکه مناسباتشان با جمعیت خراب شد با ایز به وعدت خراب شد باید یک کسی می آمدی جا که یک خوش آمدید می گفتن اینا بازی های سیاسی است من یک چیز برای میگم می گم آقای محمود به با ای بازی های امریکا به با ای بازی های انگلیس به ای که امریکا بخواه من همی رقم فکر میکردم سال های متمادی همی تصورم بود که امریکا بخواه سال میشه انگلیس اگر بخواه اسرائیل اگر بخواه پاکستان اگر بخواه صلح سال میشه مال برتان میگم که کلش بخواه سال نمیشه چرا؟ ما برتان میگم آه چرا نمیشه سال عوامل درونی و عوامل بیرونی داره آه. باید ریشه یابی شود آمدن ده آمدن دولت جابجا شدن. در پلوی دکتر سیب اشرفغنی قرار گرفتن یادتان باشه که یک جبهه جدید خونینتر با رنگ و بوی قومی و سمتی با, 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 ترکیب تاجیک و ازبک و هزاره و پشتون با از اینا استاد میشه بینان امریکایی گپ بدانه که اگر چار مزدور از تاجیک پیدا کرده چار مزدور از هزاره پیدا کرده چار مزدور از آه، 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 پشتون پیدا کرده جلوی یک نهضتی واقعی ملی و آزادی بخش برای دوامدار گرفته نمیتونه خیلی تشکر از استودیوی بی ما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با ما وصل است آقای دانش سلام به شما من مطمئن هستم که شما تا اینجا بس را دنبال کردین آقای دانش در اینجا بحث ما به دو دسته تقسیم شد عوامل داخلی سال و عوامل بیرونی سال آقای جلال به این نتیجه است که اگر جهان هم بخواه صلح سال آمده نمیتانه تا که آسیب شناسی در سطح ملی نشه و آسیب شناسی در سطح منطقه نشه حکومت افغانستان با چه آسیب شناسی به مخالفین مسلح افغانستان در واقع بدون کدام قید و شرط زمینه مساید میکنه که به صلح بیا و هرچند ما استقبال میکنیم موضع حکومت افغانستان در امر صلح افغانستان و سازمان ملل متحد هم این موضوع را استقبال کرد اما مخالفین افغانستان خیلی کشدار و مریض به این مسئله میپردازه میگن که آمریکا در این این کشور اشغال است با این بحثا میکانیزم های عملی و رویکرد کرد ریالیستیک چیست به خاطر رسیدن به صلح بسم الله الرحمن الرحیم سلام شما و بیمانایتان و بیمانایتان. اما باورم این است که هر زمانی که مردم افغانستان تصمیم بگیرن بدون قید شرط ما به صلح می رسیم. بحث صلح خوب که این که از طرف ما مطرح شد بحث آتش بس شما می‌فهمین که پس از فتوا و جمع شدن علمای افغانستان که حدود پیش از سه هزار علما ای را درخواست کردن ما حسن نیت نشان دادیم و یا بس از طرف ما اعلان شد Uh, به تعقیب از او شما دیدین که از طرف مخالفین مسلح هم در روزهای این موضوع لبایی گفته شد و ما شما شاهد حضور تعدادی از این مخالفین در بعضی شهرها، در بعضی ساحات مسکونی و در بعضی جاها بودیم uh, ما او را استقبال کردیم، مردم افغانستان در کل استقبال کردن چون مردم افغانستان و همگی ما شما تشنه صلح هستیم و تاکید همگی رهبران سیاسی بزرگای مملکت و بخصوص علمای کشور به بود که ما باید آتش بس بکنیم تا ای که یک روزانه باز شوه برای رسیدن ما به سال خب واضح است که مشکلات دیگه هم وجود داشت و ما تانستیم که در این مدت کوتاهی که آتش بس بود ای را به صورت درست و همه جانبهش معمولیت بکنیم تا ای که خدای نخواست کدام مشکلات پیش نبه در حال حاضر هم شما میفهمین که به اساس هدایت رئیس جمهوری افغانستان آتش بس از طرف ما هست در پهلوی او در سرتاسر افغانستان نیروهای ما در حالت احزارات هست که نشه خدای نخواسته در کدام جای به مخالفین مسلح و یا ای که سایر شبکه های تروریستی دست به تحرک بزنن و ما بتانیم را مهار بکنیم و ای که در روجه به مردم عام و مردم ملکی آسیب نرسد آقای دانش نشست سلما یک اقدام خوب برای سال افغانستان که در یک مقدمه و سه فصل و هفت ماده اینا بالاخره موضع خود در مورد جنگ مخالفین و حملات انتحاری و استشهادی و اعلام کردن حرکت المندیان خوب اعلام آتش از جانب خوب، شما خوب اما اون طرف قضیه خلاف این مسائل فکر میکنن اونا حاضر نیستن که با این شورای صلح افغانستان با این حکومت افغانستان نقد دارن حاضر نیستن به مذاکره سوالی است که با توسل به چه روی کرده های میش موضع مخالفین افغانستان که طرف مصالحه است او موضع تغییر داد خب به شرط های از طرف اونا هست از طرف ما هم شما خبر دارین که رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که بدون قید شرط ما حاضر هستیم به صلح اما صلح بین الافغانی باشه با بین خود افغان ها باشه و بیشتر تاکید ما است که در داخل افغانستان باشه اما این به بحث کلانتر و گفتگوی بیشتر نیازمند است که میشه در این مورد شورای الی صلح صحبت بکنه ما روی بادم امنیتیش بحث های امنیتیش میشه که نظر بتیم اما در کل روی میکانیزم و روی چگونگی موضوع نیاز است که شورای الی صلح و سخنگویایش بیشتر وضاحت بدن خیلی تشکر خانم شما که از مجلس هستین و یکی از صلاحیت های شما چگونگی نظارت از عملکرد حکومت افغانستان است ماش نشانه هایی را هم در سطح رهبری مخالفین مسلح افغانستان هم در سطح منطقه هم از عربستان که یکی از کشورهای تاثیرگذار گذار در جامعه اسلامی است و هم از کشورهای جهان میبینیم که این در واقع برای ما زمینه هایی را ایجاد میکنه که ما داریم به طرف صلح نزدیک میشیم و صلح با, مخ... با, مخالفین مسلح افغانستان اما از طرف دیگر گفته میشه که در پی مخالفین دست های دیگر است که مخالفین مستقل نیست حالا ما چطور میشه امین پروسه را تسریع بکنیم با چه, با چه روی کردها میشه ما این پروسه در واقع بسترهای تسهیلی را فراهم بکنیم تا ما با توجه به این داده ها به یک واقعیت دست پیدا بکنیم. خب اما قسم که واضح هست ما قربانی جنگ تحمیلی هستیم که از طرف کشورهای منطقه استخبارات کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ دنیا جنگ یک جنگ است که از چل سال به این طرف ما شما شاهد جنگ هستیم و هیچ وقتی جنگ شما دیدین که در وقت مثلا در پیش از حکومت مجاهدین همچنین در زمان حکومت مجایدین وقت حکومت طالبا یعنی در مجموع جنگ بوده که همیشه بالای مردم افغانستان تحمیل بوده و ما قربانی از این جنگ هستیم ما هم تاکید میکنم به کشورهای خرد و بزرگ منطقه و کشورهای بزرگ جهان با افغانستان یک بازی و یک گیم را بازی میکنن که در اینجا میخواین که به اهداف خودشان برسن چون موقعیت های افغانستان برای دنیا مهم است و این فعلا درگیر سیاستҳои استان کې هیڅ گاهی کشورҳои بزرگ او کشورҳои منطقه در قبال اوردن سلو در افغانستان مبارزه با تروریسم صادقانه برخورد نکردند که ای بر ما بر دنیا بر مردم واضح شد اگر کشورҳои منطقه بخو hẹn اگر کشورҳои بزرگ دنیا بخاهن شما باور کنین که د یک روز صلح به وجود میاپ در وقت حکومت طالب ها وقتی در افغانستان حاکمیت داشتن و بعد از حادثه 11 سپتامبر که تحول که در افغانستان آمد ما خودم یکی از کسایی بودم که در افغانستان حضور داشتیم با وجود که طالب ها در تمام منطق مناطق افغانستان حاکمیت داشتن و خارجی که به افغانستان آمدن به اراضی آنقدر بلدیت نداشتند. شما باور کنین که در کوچه کوچه های ولایت ما فقط طالب ها را از بین بردن یعنی دو وقتی که تلفات ملکی هم نبود در ظرف یک ما شما دیدین که همه چیز تغییر کرد صلح در افغانستان و آمد یعنی اگر کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای منطقه پاکستان و ایران استخبارات منطقه بخواین که جنگ در افغانستان ختم شوه به نظر ما ای برشان با اون تکنولوژی که اینا دسترسی دارن کار مشکل نیست مثلا عملیات های شبانه را شما اگر دیده باشین مخو از نزدیک مثلا در, در, روزی که یک عملیات وجود داشت در ولایت قندوز و ما نظارگر از این چیز بودیم از طریق کمی تکنیک و تکنولوژی که وجود داره د این عملیات ها دانه دانه همه چیز پیش رویشان دیده میشه مم. یعنی اگر بخواین به نظر ما اردن بس. سال بسیار کار ساده است در صورت که کشورهای حمایگر تروریسم کشورهای تمویلگر تروریسم کشورهایی که جنگ در افغانستان دامن میزنند به خاطر منافع خودشان اونا وقتی قناعتشان فراهم شد و با, حکومت افغانستان به تفاهم برسن او زمان صلح در افغانستان بسیار زود تامین میشه و یک نقطه را براتون میخوام اشاره کنم که ای آتش بس های یک ات طرفه ها آزاد ساختن زندانیان از, 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 از زندان ها و این مسائل به نظر ما صلح هیچ وقت در افغانستان به وجود نمیره صلح وقت به وجود که او طرف برای ما چراغ سبز نشان بتن صلح وقت به وجود که مثل سه روز اید که طرف مقابل صلح قبول کردن آتش بس قبول کردن او زمان ما میتونه در غیر از او اگر شما شاهد باشین در چند روز دیگه هم که آتش بس از طرف حکومت افغانستان اعلان شده ما صلح هستیم ما خواهان آتش بس هستیم. ولې د صورت کې او طرفه مواتشبس قبول وکونئ د غیر ازو اگر به شکل مواتشب اعلان کړو او ځوانان مو شما شاهد сте چې روزانه د خطه جنگ شهید میشن اطفالشان صغیر فامیلایشان بے سرنوشت میشه و یو اتشبس یو طرفه نتیجه شګه چنين باشه مردم افغانستان چنین یک صلح را نمیخواهند تشکر زنده این برای همه مبرهن است که موقعیت جیوپلیتیک و جیوستراتیژیک افغانستان نه تنها برای افغانستان بل برای کشورهای منطقه و جهان نهایت آیز اهمیت است اما در درازای چل سال متاسفانه ما شاید تضاد منافع و تضاد ایدولوژی برخی, برخی از کشورهای تاثیرگذار گذار و جهانی بودیم که این فرصت و این چاره و گرهگاه منطقه را به یک بستر اشتعال بحران مبدل نموده است امیدوار هستیم که زعامت افغانستان با اقلانیت پس از این به نقطه دست پیدا بکنه که این جغرافیا را به عنوان گرهگاه و دلیز منطقه استفاده بکنن نه بستر تضاد منافع میان برنامه زود برمیگرد سلام مجدد خانم جعفری اینجا گفتن که عوامل یعنی اگر نگاه آسیب شناسانه نسبت به صلح افغانستان داشته باشیم یک سری نابسامانی ها و دغدغه های در داخل وجود داره که این پررنگتر نسبت به بیرون است ما بایستی به این دغدغه ها و به این نابرابری ها که عوامل واقعی شکنندگی صلح هست به این باید پاسخ بگویم آیا واقعا در افغانستان همون روی کردهای قرونستایی باعث نبودن سال شده و باعث جنگ شده؟ بدون شک ما عوامل داخلی را خیلی برجسته تر میدونم ما قبلش با اجازه میخوایم با احترام با استاد اگر امروز حزب اسلامی آمد به پروسه صلح پیوست شورا علی صلح اینمی کار کرد که روی قواعد و تفاهم آه. پاسخگویی آمدن به پروسه سال پیوستن و بعد از اون میخوایم بگم بله اما میخوایم می 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 بگیم می که کنم. ببینید میخوایم میره بگیم که شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد ملی گرای میانجیگر که پروسه روند پروسه صلح را تسهیل میکنه ام. ما میخوایم بگیم بله عوامل داخلی متاسفانه بسیار پررنگ است خود سالها جنگ باعث فقر و ناامنی و مهاجرت های ما شده که امروز ما میبینیم که از فقر جوان افغان استفاده و او را انتحاری تربیت میکنن و برای مردم خود ما میفرستن از این طرف کشوری که سالها مهاجرین ما اونجا زحمت کشتن و کشور را آباد کردن اما او میاین تروریستان و طالبان را حمایت میکنه که در کشور ما انتحار و انفجار بکنه با پوزشا خانم جعفری بله. شما گفتین یک نهاد ملی میانجی هستین بله. که تسهیل میکنین پروسه را با وجودی که میلیون ها دلار هزینه شده در بله. نهاد شما شما را مخالفین به عنوان نهاد رسمی نمیشناسن عرض کردم مخالفین ما اگر روی بحث فعلا چون م. بحث صلح با طالبان داغ است آه. طالبان افغانی که هستند ببینید اونها هم همه از یک انسجامیت برخوردار نیستن ما هم داریم امو شیوه راهها، افراد رهبری که با ما به گفتمان پرداختن در با، با حال تالبا گفتمان تالبا در شورای کویته بله. ساختار دارن سازمان دارن رهبری دارن طالبا والی های نام نهاد دارن دو مثل دولت افغانستان مولا حیبت الله داریم مثل دولت, دولت افغانستان, افغانستان با پوزش دیگر. مثل دولت باید. افغانستان ولسوال نام نهاد دارن کمیته های سیاسی دارن. دارن والی های نام نهاد دارن اینمی ساختار شما را نشناسن اینمی ساختار منسجم نیست همه اونها شاید ما را نشناسن اما گفتم هستن در بین رهبری رهبریش بشناسه شما را رحبری. ببینید از هیئت رهبری هستن که فعلا در حال عب... از... زنی ها هستن اگر طالبان اینیم انسجامیت را در داخل خود می داشتن امروز شما می بینید در داخل اینها خود شما دچار تنش هستن که رهبری وجود بله. داره بله. بله. بله ما از شورای ولسوالی شروع تا رهبری در مخالفین مصالح افغانستان دارن رهبری متحد منسجم ندارن امروز طالبان او طالبان 17 سال پیشی که منسجم بودن با یک رهبری اونها نیستن طالبا گفته میشه در های که ما داریم شورای در کمیته شورای رهبری دارن والیای نام نهاد دارن ساختار دارن تشکیلات دارن کمیته های عشر و زکات و اینا این بحث است که خودشان مطرح میکنند ساختار شما رو نمیشه خودشان است. هم این را مدعا کردن که آقای زبیلا مجاهد وقتی زنگ زد مصاحبه تلفنی که داد اونها عزیز رو میگه امریکایی ها برای این از افغانستان عزیز دیگه میگه ما میخواییم خب با اونا گفتم اونا میخوایم. میگن با حکومت افغانستان ما مذاکره نمی کنیم امریکایی برای نیستن. آه. سر ولی در نهایت خواهان گفتمان شدن با افغانستان. اجازه بتا. چطور میشه در میز بله. رو به رو بله. بله. با مخالفین مسلح افغانستان حکومت افغانستان و شورای صلح بشینه بدون شک شورای عمالی. عالی صلح بنا به مو استراتژی و مکانیزم ها و چانه زنی هایی که داره و حمایت همکارانی که در, در دا دوم با کی در کجا خب داره شاید خیلی مناسب نباشه که ما ای به هیئت رهبری شورای عالی صلح بسگی دار که چانه زنی اینها در انجام با رهبری مخب... با, با رهبری طالبان مستقیم روی میز حال نشه حالا نشستان اما در همین طی روزهایی و پذیرش آتش بس سه روزه اینها کنفرانس های ویدیویی داشتن و برایتان ایر عرض میکنم باقی داشتم بفرمایید با رهبران طالبان با رهبران طالبانی که فعلا اونها نتیجه شدن نتیجهش این بود ببینید اینمی سه روز آتش بس نتیجه این چانه زنی ها بود نه خیلی طالب میگن ما با بخاطر اید خب ما این بحث اعلام کردیم طالب الان میخواین از یک موضع قوی امتیاز بگیرن بدون شک شورای رهبری شورای رهبری عالی سل گفتن ما برای طالبا هم صلح با عزت میخواییم ما تسلیمی نمیخواییم تسلیمی از این تشکر. بارم بارم. ما صلح با عزت برای هر دو جانب ممنون میخواییم که عملی تر صحبت بکنیم نه خیلی عاطفی و شعاری آقای دکتر برای رسیدن به میز مذاکره که یک سو مخالفین باشه یک سو هم حکومت و شورای صلح افغانستان راه های عملی چیست آه ببینین میخوایم چند کلمه با یک چیزی که قبلا صحبت شد عرض کنم او برادر من از او جا گب زد که صلح که مردم افغانستان بخواد چل سال میشه که... نماینده مردم دولت است ارز کنم این نمی شک وجود داره که نمی دولت نماینده مردم افغانستان است یا نه نه نمی شک است این دولت واقعا مشروعیت داره یا یعنی نه حمایت مم. مردم با می دولت است یا نه یعنی این سوال های بسیار جدی است من یک چیز براتون بگم که 40 سال میشه که از آدرس مردم افغانستان گپ زده میشه مردم 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 ولی مردم بیچاره همیشه پشت دروازه هستند ولی بله یک گپ وجود داره بزرگترین قربانی را مردم عادی افغانستان میته زنا میته اطفال میته پیر مردم میته مردم برای قربانی است اما وقتی مسئله امتیاز و رهبری و تقسیم غنایم میشه باز مردم ها کس دو روپیه نمیخره ما میخوام براتون بگم که سال با روحیه قومی تباری و سمتی تحقق نمی اگر به این اندیشه باشن برادرها که در فلان ولایت آتش بسه ما حاکم بسازیم و در شمال افغانستان جنگ تشدید ببخشیم اشتباه می کنیم از بحث هم ایجاد منطقه امن برای مخالفین مسلح افغانستان امیره استاد محمود خواهش ما کنیم می, می براتان بگم که باز تکرار میکنم که صلح با روحیه ملی با تفکر ملی افغانستان شمول با تامین منافی تمام اقوام و قبایل و شهروندان افغانستان در پرتاب قانون اساسی به خصوص ارزش های دموکراتیک و مدنی قانون اساسی با رعایت حقوق زن و حقوق بشری حقوق اطفال میتون و حاکمیت قانون میتونه تحقق بیاورد این ای پس پسکای قومی قبیلوی زن ستیزانه افغانستانه با مو چیزی که شما گفتین با قرون وستم میکشونه با تاریکی میکشونه صد سال ما عقیب ماندیم صد سال دیگه در جنگا جنگ ها باز عقیب می رویم یاد داشته باشین که شکل جنگ تغییر می کرا. جنگ پا بر جا باقی می به خاطر از اینکه سردمداران صلح افغانستان نمی اوامل اساسی بحران عوامل اساسی به و تداوم جنگ در افغانستان از بخش ملی منطقوی و جهانی بررسی شود و در پروسه من رای هر برت میگم در پروسه مذاکره همونطور که شما اشاره کردین شورای شورای عالی صلح متاسفانه بسیار نقشی کم دادن نخواستند که واقعا این به یک نهاد ملی و سرتاسری تبدیل شود آه. تمام مذاکرات سه نفر میکنه او برادر هر اگر جناب خلیلی سه پشتو هم که گپ زد آه. کدام چی برش ندادن سه نفر خودی رئیس جمهور آقای اتمر آقای استانیگزی سه نفر است قدرت پس ما صلح را با روی پای ملا کشاندن به خاطر که ما معاشتان میتیم پای شورای صلح کشاندن به خاطر که ما معاشتان میتیم حقیقتی مسئله چیزی دیگر است در چشمای مردم خاک نزنین حقیقت چیز گوش کو صلح م... میخواین که شود آنان م... که مقابل م... طالب جنگیدن اونا را در پروسه صلح داخل کنین صلح میخواین که پابرجا شوه یک طرح ب... یک طرح پایان بی‌ثباتی پایان بحران و پایان جنگ برای افغانستان ارائه با باشار که حکومت وحدت ملی, ملی, پس... ملی با گپ وحدت ملی شد برای وحدت ملی با چه کارها خوط... صورت رای حل شما چیست رای, حل رای حل حلش است که باید به با افکاری قومی سمتی و تبارگرایانه پایان بتیم تمام مردم افغانستان را به یک چشم ببینیم اندیشه ای که در چند ولایت در فلان جا صلح بیاید و در دیگر ولایت ها باز خون بجوش این را از ذهن خود دور بسازیم آه. با استفاده از حمایتی با استفاده تشکر. از حمایتی امریکا و انگلیس فکر برتری جویی قومی را رهبران دولت افغانستان از ذهن خود دور کنند که با این مزدوران و کاسلیسانشان که از اقوام تاجیک و ازبک پیدا کردن به جای نخواهند یک جنبش واقعی ملی و باشن. مردمی در حال شکل گرفتن زنده باشن. آقای دانش اینجا گفت که صلح افغانستان یک صلح سازمانی نیست صلح افغانستان رئیس جمهور محمد اشرف غنی آقای اتمن رئیس مشاور شورای امنیت و آقای سانکزای پیش میبرن رئیس امنیت ملی چقدر موافق هستین با این صحبت ها چیزی که واضح است برای مردم افغانستان شما میفهمین که یک ساختار بسیار منظم زیر نام شورای عالی سال که رئیس اعضا و تعدادی از مسئولین شما با اونا شناخت داریم هموره از این طریق کار کردین تلاش کردین و کوشش نهایی نشده اینجا برشان گفت به شورای افغانستان آنچنان که می باید نقش داده می شد خب نقش داده نشده او دیدگاه جناب استاد جلال است و یکی از اعضای شورای آلی صلح هم در کنارشان است میشه که پاسخشان اونها بتن اما برداشت ما که تا صورت گرفته نتایج خوب داره اما توقعی مردم افغانستان بیشتر از او آنچه را استاد جلال به میکنه طبعا که در تمام موارد همه چیز که بگویم فوق باشه و اینه در جای کمی و کاسی نباشه طبعا که مردم افغانستان ده ها مشکل دامنگیر ما است کمبودی های وجود داره اما این بیمانه نیست که ما کار نمی کنیم و دست زیر آلاشه نشستیم تمام توان ما را ما در بخش امنیتی شورای عالی سال در بخش سال و سایر نهادها هر که به نوبه خود تلاش میکنیم که ما به هدف ما یک نگرانی دیگه هم آقای دانش اینجا مطرح شد آقای دانش یک نگرانی دیگه که سال باید با تفکر ملی رویش بحث و در چارچوب قانون اساسی افغانستان و با دستاوردهای 18 سال فسین به خصوص سال با روی کرده قومی و ایجاد منطقه امن برای مخالفین و اشتعال بحران در نقطای دیگر این طور سال قابل قبول نیست نگاه کلی حکومت افغانستان شما که در وزارت داخل هستین واقعا کدام یک است؟ ما فکر میکنم آنچه را که استاد جلال در اینجا مطرح کرد ما هم به او موافق هستیم و شورای عالی صلح هم بر, بر اصل می تا اکنون کارش پیش رفته اون چیزی که جناب استاد گفت عملا شورای عالی صلح به او میپردازه و ما که کارهایی را که دیدیم تا امروز و شنیدیم از دوستا همگیش به مو شکل بوده و چیزی فراتر از او نبوده ممنونتان بسیار وقت کم داریم کوتا شما رای حل شما برای رسیدن به باید سال مستقیم بله شما هم نیم سال, نیم سال. ما فقط میخوایم بگم در قسمت عوامل خارجی جنگ که ما پیشتر براتون به عرض رساندم که او بر میگرده به کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ دیگه که در قضایه افغانستان دخیل هستن و نقش خوده دارن ولی در او بخش عوامل داخلی از ای که باعث قوت گرفتن صفوف مخالفین میشه و باعث از میشه که یک تعداد جوانای و مردم ما میرن به صفوف مخالفین و در مقابل حکومت خود میان میجنگن در مقابل مردم خود باید میجنگن حکومت افغانستان باید یک استراتژی و یک برنامه را داشته باشه که مانع از این شوه که دیگه جوانا به واسه از اینکه برن به صفوف مخالفین بیان در کنار دولت قرار بگیرن عوامل عمده از این عدم حاکمیت قانون است نبود تامین عدالت است نبود کار برای جوانا است تفاوت بین در زندگی اجتماعی حکومت ارزی خدمات اجتماعی را برای مردم نمیکنه یعنی حکومت اعتماد مردم هست. از دست داده بنان صفوف مخالفین قوت میگیره از او خاطر ما فکر میکنم ممنون. ببخشین حکومت به خاطر ازی که امیر کاهش بته باید است که به مردم توجه کنه و اعتماد مردم رو به طرف خود جلب لطف کنه لطفاً دکتر صاحب ثانیه بسیار کوتاه بله ما, خدمت شما بله جفری. ما می خواهیم بگم که بایتران با به استاد سخنانشان را ناشی از جنگ خستگی از جنگ چهل ساله میدانم با ایترام که اما سر. چهار هدف عمده و استراتژی شورای عالی مذاکره بین الافغانی هست ایجاد اجماع ملی و ترویج فرهنگ صلح صبات محلی هست و تطبیق توافقنامه نامه سول و ایجاد ظرفیت در تمام نهادها افراد در سراسر و کشور سر و شورای علی در 34 ولایت افغانستان کمیته های سول را داره مطمئنا ما اون ساختار اون راهنما دورنمایی را که انتخاب کردیم او را پیش میریم اما بدون حمایت مردم تشکر. ما معجزه نمیتونیم تشکر فاطمه عزیز عضو مجلس نمایندگان لیلا جعفری عضو شورای دکتر فیض جلال استاد دانشگاه و نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله بسیار تشکر از حضورتان و نظریاتان در تحول شب تا تحول دیگر خدا نگهدار